به نام خدا و با عرض سلام خدمت همکاران و دانشجویان عزیز، دکتر مرجان رشیدی هستم، رزیدنت پورتز دانشگاه تهران. همونطور که میدونید امسال به ما رتبه زیرگروه ندادن و رتبه کل من در رشته اندو 4، بیماری ها 13، آسیب شناسی 8، پروتز و ترمیم 7، پریو 10، جراحی و رادیولوژی 9، کودکان 12 و ارتو 16 بود. نحوه مطالعه من به این شکل بود که هر هفته طبق برنامه پارسه یک برنامه مشخص رو همراه با کمی تغییرات تعیین می‌کردم و طبق اون مطالعه می‌کردم و سعی می‌کردم هر هفته از بودجه بندی مؤسسه پارسه یک مقدار بیشتر مطالعه کنم. در دوره عمومی جزء دانشجویان نسبتاً خوب بودم. همونطور که در جریان هستید، در ابتدا قرار بود آزمون تیر ماه 1400 برگزار بشه. به همین دلیل من مطالعه جدی رو از مرداد سال 99 شروع کردم و به تدریج پیوستگی مطالعه‌ام رو بیشتر کردم. به نظر من یک تایم 10 تا 12 ماه جهت موفقیت در آزمون کافی هست. درباره ساعات مطالعه بستگی به شرایط کاری داشت. به تبع روزهایی که شیفت داشتم تایم کمتری هم جهت مطالعه داشتم، ولی به طور معمول روزانه 4 تا 7 ساعت رو مطالعه می‌کردم. مهمترین عامل موفقیت من حمایت پدر و مادرم بود. دومین عامل موفقیتم فکر می‌کنم پشتکار و استمراری بود که در مطالعه داشتم که باعث می‌شد توی بدترین و سخت‌ترین روزهام حداقل یک تا دو ساعت رو مطالعه کنم. استمرار در مطالعه خیلی مهمه. همه ما یک روزهای خسته و ناامید میشیم، ولی مهمه که پیوستگی در مطالعه رو حتی شده با یک ساعت درس خوندن حفظ کنیم. همونطور که در جریان هستید، آزمون 1400 با یک تأخیر برگزار شد. این باعث شد روند مطالعه برای من و همه کسانی که مطالعه رو به موقع شروع کرده بودن به یک روند فرسایشی تبدیل بشه. این موضوع فشار زیادی به خصوص در 6 ماه آخر به من وارد کرد. سعی کردم با دیدن یک فیلم یا رفتن به شیفت کاری این فشار رو برای خودم کمتر کنم و انرژی بگیرم. من اولین بار بود که در آزمون دستیاری شرکت میکردم. استرس زیادی داشتم، ولی با شروع آزمون همه توجهم معطوف سوالات شد و استرسم به طور کامل از بین رفت. من در زمان مطالعه آزمون شاغل بودم. با توجه به تأخیری که در برگزاری آزمون 1400 داشتیم، تایم بیشتری برای مطالعه داشتم و تا 3 ماه مانده به آزمون شیفت داشتم، ولی 3 ماه آخر رو به طور کامل صرف مطالعه کردم. آزمون‌های آزمایشی به من کمک کرد بتونم خودم رو محک بزنم. از طرفی به طور تقریبی به من نشون داد نسبت به سایر شرکت کنندگان در چه سطحی قرار دارم. توصیه من به داوطلبان سال آینده اینه که طبق برنامه پیش برن، حتما استمرار در مطالعه رو حفظ کنن حتی وقتی خیلی خسته هستن. امیدشون رو از دست ندن. قطعا این روزها تموم میشه، ولی همین لحظه هاست که تفاوت رتبه‌های برتر رو با سایر شرکت کننده ها تعیین میکنه. من از اپلیکیشن مطالعه هدف من استفاده نکردم و به تبع نمیتونم نظری راجع بهش بدم، ولی در کل خدمات مؤسسه پارسا رو نسبتا خوب میبینم. برای همه همکاران و دانشجویانی که تو این راه قدم گذاشتن آرزوی موفقیت و سربلندی میکنم.